عبدالحمید کشورها اقلیت‌های قومی و مذهبی را یکسان ببینند. به گزارش سنی آنلاین، مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با اشاره به مسائل اخیر بلوچستان پاکستان گفت: پاکستان یک کشور بزرگ اسلامی و دارای تنوع قومی و مذهبی فراوان است. مولانا عبدالحمید اظهار داشت: حکومت پاکستان نیز باید حقوق همه اقوام از جمله بلوچ‌های پاکستان را که در یک منطقه بزرگ و مهم قرار دارند رعایت کند. ایشان تأکید کردند: توصیه ما به همه کشورها و از جمله پاکستان آن است که اقلیت‌های قومی و مذهبی را به طور یکسان و به عنوان شهروندان خود ببینند. اسحاق بسام عضو شورای ملی سوریه در گفتگو با تلویزیون العربیه اعلام کرد که بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، رژیم سوریه در طی سالهای گذشته با گروه القاعده همکاری‌هایی داشته است. اسحاق بسام گفت: طبق اسناد فاش شده، دمشق به واشنگتن اطلاع داده است که در القاعده نفوذ دارد و می‌تواند بر رفتار عناصر آن اثر بگذارد. بیانیه شورای نظامی ارتش آزاد سوریه: مسئولیت کامل حادثه انفجارهای دمشق که در نتیجه آن 55 نفر کشته شده اند را بر عهده رژیم سوریه دانسته است. یک مقام سپاهی از شکست طرح رهبر ایران برای موفقیت در مذاکرات اتمی خبر داد. به گزارش العربیه، حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ایران، گفته است که طرح آیت الله علی خامنه ای برای پیروزی در مذاکرات اتمی با غرب شکست خورده است. به گزارش خبرگزاری اصولگرای دانشجو، مقدم فر گفت: با وجود تلاش های مقام معظم رهبری در خصوص پیروزی ما در تحریم ها، این بزرگ نمایی ها توسط رسانه های غربی و برخی از رسانه های ما صورت گرفت و جوری جا افتاد که ما به آنها نیازمندیم و این نگران کننده است و زخم به افکار عمومی ما وارد شد. کشته شدن چند آمریکایی در حمله سرباز افغانی به آنها. العربیه به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد: یک سرباز ارتش افغانستان به سوی نظامیان آمریکایی در یک پایگاه نظامی مشترک آمریکایی افغانستانی تیراندازی کرد که در نتیجه یک نظامی آمریکایی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. طبق این گزارش، حمله مذکور صبح روز جمعه روی داد و سرباز افغانی مهاجم توانست از صحنه فرار کند. پرتاب کفش به سوی عامل کشتار نروژ. به گزارش بی بی سی، در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات آندرس برویک، فردی که سال گذشته 77 نفر را در بمبگذاری اسلو و حمله مسلحانه به اردوی جوانان طرفدار حزب حاکم کشت، برادر یکی از قربانیان به سوی او کفش پرتاب کرد. اما کفش به جای برخورد با برویک به وکیل مدافع او خورد و برگزاری جلسه دقایقی دچار اخلال شد. داغ‌ترین مناظره تلویزیونی بین دو رقیب انتخاباتی برای ریاست جمهوری مصر. به گزارش العربیه، مردم مصر برای اولین بار یک مناظره تلویزیونی پرهیجان میان امر موسی و عبدالمنعم ابوالفتوح، کاندیداهای ریاست جمهوری، را به تماشا نشستند. این مناظره تلویزیونی که شامگاه پنجشنبه صورت گرفت، شاهد بحث‌های داغی بین دو رقیب مهم انتخاباتی مصر بود. دو رقیب در مورد وابستگی سیاسی یکدیگر و نقش مذهب در سیاست صحبت کردند. ایران نمیتواند تحریم بانک مرکزی را دور بزند. به گزارش دویچه وله، معاون خزانه‌داری آمریکا گفت: به توانایی ایران در دور زدن تحریم بانک مرکزی شک دارد. آژانس بین المللی انرژی نیز اعلام کرد: علی‌رغم کاهش قیمت نفت بر اثر کم شدن تقاضا در سه ماه اول سال، قیمت نفت سیر صعودی خواهد داشت.
انتقاد از وضعیت حجاب در نماز جمعه. به گزارش دویچ و وله، امامان جماعت تهران، مشهد و برخی شهرهای دیگر از وضعیت حجاب زنان انتقاد کردند. از سوی دیگر، در حالی که در بوشهر طرح جداسازی زنان و مردان عملی شده، در خوزستان نیز اجرای این طرح به ادارات توصیه شده است. سه کودک در برنامه خال شادونه در خرمدره کشته شدند. به گزارش دویچ و وله، رحیم نوریپور فرماندار خرمدره گفت بر اثر ازدحام برای خروج از محل اجرای برنامه خال شادونه در خرمدره سه کودک کشته شدند. رحیم نوریپور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت کشتگان این حادثه یک دختر و پسر 7 ساله و یک دختر 6 ساله هستند. وی در پایان با اعلام این نکته که برای برگزاری این برنامه هماهنگی لازم فرمانداری خرمدره صورت نگرفته بود، از بازداشت تعدادی از عوامل اجرای این برنامه خبر داد و گفت مدیر این برنامه نیز بازداشت شده است. خطر مرگ دو زندانی فلسطینی در 74مین روز اعتصاب غزه. به گزارش یورونیوز، دو زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل در خطر مرگ هستند. پزشکان گفتند حال این دو زندانی در 74مین روز اعتصاب غزایشان به شدت وخیم و خطر مرگ آنها جدی است. یکی از پزشکان سازمان حقوق بشر اسرائیل میگوید دکتر به آنها گفته است زندگیشان در معرض خطر جدی است و ممکن است هر لحظه بمیرند. آنچه که بیشتر باعث نگرانی است این است که در صورت بروز خطر و رفتن به حالت اغما، آنها نمیخواهند اقدامات حیاتی برای زنده نگه داشتنشان انجام شود. بینندگان محترم شبکه جهانی کلمه، در پاسخ به درخواست مکرر شما بینندگان عزیز، واحد خبر شبکه جهانی کلمه بخش ویژه‌ای تحت عنوان برداشت آزاد را به برنامه خبری خود افزوده است. جهت ارسال فایل تصویری و خبری با ایمیل خبر@kalame.tv مکاتبه فرمایید.